خب پس به اینا دادن سی گرم به این گفتیم سی گرم به آدم های کیلویی دادن همه گفتن یا بهترین زندگیشون بوده یا حداقل یه تاپ 5 بوده از به از آره میدونی توی ایران متاسفانه یه چیزی از این هنوز باب نشده یه چیزی به اسم سایکدلیک تراپیس طرف میاد خودش خود به خود میره مصرف میکنه بد میشه حالا راجع به بد که خودش اصلا یه داستان جداییه که طرف بد تریپ میشه و اصلا دیگه کلا من اینو برات تعریف کنم یکی از یکی از رفیقام خب که ایشون هم پزشکه سویل بهم میگفتش که من تو دوران دانشجویی اومدم به یکی از رفیقام گفتم بیا با هم دیگه بریم تریپ و بهش پنج گرم قارش دادم بعد میگفت ما تریپمون تموم شد و بعد گذشت مثلا میگفت یه سه چهار ماه گذشت یه دفعه دیدم این رفیقم رابطهش خیلی داره با من کم تر میشه بعد میگفتش من رفتار اینو زیر نظر داشتم دیدم مثلا این میخواد از در فرض کن کلاس که بره بیرون در رو که باز میکنه اینجوری در رو باز میکنه یه دو ثانیه سب میکنه انگار یکی میخواد اول رد شه خب پشمات بریزه دیدی تو در و باز میکنی یکی میخواد رد وای میستی یک میگفت در رو باز میکرد وای میستاد بعد خودش میرفت بیرون یا میگفت من یه بار رفتم خونش دیدم روی میزش دو تا بشقابه یا دو تا قاشقه یا دو تا لیوانه بعد من بهش گفتم داداش تو داری سایکوز گرفتی تو اسکیزوفرنی شدی تو رسما داری با یکی زندگی میکنی بعد این میگفت این میزده زیرش میگفته نه همچین چیزی نیست و از این جور چیزا خلاصه این تعریف میکرد که آخرش ما این ما دیگه کارش رسید به روان پزش سر اسکیزوفرنیشو از این جور چیزا خب این به خاطر این بوده که این تریپه تریگرش بوده یعنی این طرف بعد این رفیق من میگفتش که من آمارش رو در آوردم دایه این اسکیزوفرن داشته خب خب این اسکیزوفرنی وقتی تو داشته باشی زمینش رو بعد بیای تریپ کنی ممکنه دوچار سایکوز بشی یعنی میدونی توی هر چیزی تو باید قبلش قشنگ آمارش رو در باشی. نگی آره مثلا یه پادکست اومدی شنیدی مثلا من و سوهیل اومدیم در موردش گفتیم تو بری خود به خود بدون هیچ آگاهی بری استفاده کنی بری مصرف کنی ولی در کل به نظر من خیلی ها رو من دیدم اصلا جزب بهترین به نظر من که یک کسی هم که مثلا از نظر من نظر خودم نیست نظریه که بچه ها اومدن چون من چنلم پر دراگباز سوئیل چنل من همه دراگبازن خب همشون مثلا اومدن گفتن آقا افسردگی مقاوم به دارو به نظر من واقعا جواب براش ماشروم یعنی طرف بابا پدر خودش رو در آورده سوئیل داره داره مثلا پنج سال قرصای مختلف برای افسردگی قرصای مختلف برای استراب که فقط هیچ کاری نمیکنه. خب لازمه به اینا یه اطلاع رسانی یه آگاه سازی بشه واقعا به نظر من نیازه در این خصوص نه واقعا درمه گم که این کارو کردی چون این هفت کاملا درسته واقعا لازم هست مخصوصا تو دنیا ایرانی همه چی بده حرف نظر من نمیخوام بشنوم اصلا درستیست به دهن نیار همه فرهنگ ما خیلی فرهنگ تخمیه و همش تو احمقیت پر شده که همش آدم رو احمق نگردارن کم سو سوال باش هیچی حتی مثلا باسه همجنس گرایی تو بچگی تو مثلا میخوای با یه دختر دوست بشی هیچی بهت یاد نمیدن هیچی نمیده. خود ببری با سلام دستتو بگیرم هیچی نمیدونی نه دیدی نه میدونی دختره چی میخواد بعد الان اینقدر بین بچه افتاد واسه همین دم دیگه که این کار داری میکنی مطمئنم باشم خیلی دارو کمک میکنی من خودم الان کلی چیز یاد گرفتم این قارچ رو من خیلی هی به من میگفتن اینو بکن ماکرو دوز ماکرو دوز بکن من نمیکردم ولی خیلی دارم میخواد حتما بکنم و سه ماه دیگه ویدیو درست میکنم که سه ماه پیش تصمیم گرفتم ماکرو دوز کنم چی شد آره مایکرو مایکرودوز مایکرو دوز میدونی از زیر تغییر میده تو اصلا هیچ چی نمیفهمی یعنی اصلا هیچ چی نمیفهمی از زیر میاد لایه لایه تو رو تغییر میده تو مثلا توی بازه زمانی سه ماه بعد سه ماه به خودت میای میبینی اه من چقدر رابطه با بچه‌هام بهتره چقدر بهتر میتونم درکشون کنم چقدر پیشرفتم بیشتر شده چقدر همه چی عالیه چقدر همه چی خوبه متوجه میشی و خب خوبی اصلیش هم اینه اعتیاد نداره سویل یعنی تو اگه بذاریش کنار اصلا نه افسرده میشی نه درد فیزیکی تحمل میکنی هیچی هیچ, چی هیچ اعتیادی نداره خوبی اصلیش اینه ولی میگم بازم نیاز به اینه که به نظر من راجبش خیلی پرتو ایران که خیلی خرابه سویل من بعضی موقع دلم آتیش میگیره به خدا سویل اینجا الان مغازاش اومده که آره او همین که آوردن تو صحنه همین که آوردن مال مغازه است اصلا اسم مغازه چی اینجا ماجیک سوشال کلاب میری چیز میکنی میری تو مغازش همه چی داره نوشیدنی شو داره که این باشه خدای متفاوتش رو داره قرص دو رو داره بعد اون وقت یه رفیق دارم که به این مغازه ها جنس میده یعنی قرصاشونو که اینا رفیق من به اینا میده مثلا میتونم برم بشه رفیق مثلا میتونم بگم که من برای سه سال دیگه برای پنج نفر ساپلای آه. لازم دارم یه کیسه میده دستم میگه خیلی خب که من کار دارم <تصفيقه> بعد جالبه سویل من این سوال مگه, مگه غیر قانونی نیست الان اگه ایلگاله چرا پس دارن میدن اینجوری آزار <تصفيقه> ببین خیلی داستان جالبه من نمیفهمیدم دهنم سرویس شد داستانش اینه که میان یه سری آدما میان مثل تو میجنگن که آقا یعنی چی این چیز خوبه چرا زر میزنین اینو نمیتونی بگی مواد مخدره بعد دولت میاد این از مواد مخدر میاره بیرون میگه خیلی خوب اگه دارن میگن و اینا قبول کنیم میگه حرفشون رو میارنش بیرون ولی چون نمیتونن به مام بزرگا با بزرگا و عقل بفهمونن تو جای جای خاکستری گیر میکنن در واقع آزاد نیست غیر قانونی هم نیست بعد فروشش غیرقانونیه. قانونیه خب بعد اینجا خب جریمه داره دیگه میگن آقا خب جریمهش چیه میگه اگه توی مغازه بزنی توش چیز غیر قانونی مثلا مثلا این بفروشی ما روزی 200 دلار جریمت میکنیم حالا یا روزی 500 دلار جریمت میکنیم اگه یارو بتونه روزی بیشتر از 500 دلار پول دربیاره براش میصرفه میاد میزنه میگه خیلی خب من دو دلار پول درآوردم 500 دلار جریمه میدم میدم جیبم تا دولت تصمیم بگیره که این قانونیه یا قانونی نیست اگه بگن قانونی نیست فرست و پلیس میزه در مغازه میبنده اگه تصمیم بگیرن قانونیه نفر اولی که لایسنسش رو میگیره همین آقا خواهد بود میره میگه آقا بیا ما داریم ده سال میفروشیم مشتریمون رو داریم اونا میگن قبوله بیا اصلا ازش استفاده میکنم میگن خب بگو چ... چی مهمه میگه مثلا آیدی بعد حتما بکنیم بچه 17 زیاد سر کرده بیاد هر چی که میخواد باشه دیگه ام... این جوریه داستانش مگه خودم اینو می میفهمیدم حتما گل میفوختم حتما مغازه میذارم گل چون ما میده مغازه بازش گل میفروشه بعد میگم این... به دور از میگم گل بفروشیم گفت نه غیر قانونی بعد چه جوری مردم میفروشم ما نمیدونیم بعد به نمیگن داستان چیه تا بالاخره ما یه نفر یه نفر پیدا آشنا شدم که خودش میفروخت به از اون پرسیدم گفتم چه جوری میفروشی من نمیفهمم قانون چیه گفت قانون اینه که در واقع ما داریم خلاف میکنیم جریمه اش هم داریم میدیم مثل اینکه مثلا یه تاکسی باشی به این نفر بگی آقا من تو رو به مسیر نیم ساعته میبرم و همه چرا قرمز رو رد کنی میرسی اونجا 10 تا جریمه گرفتی ولی اگه بتونی یارو رو جریمه 200 دلار 10 تا میگیری 2000 دلار اگه بتونی دلار دو پول بگیری میارزه برات تخت شاه قرمز رد میکنه جریمه میدی پول تمیز جیبش این همچین کاری داره میکنه خلاف داره میکنه ولی میگه خلاف, خب خلاف من جریمه اینه جریمه میدم قبول خلاف میکنم بعد دیگه میزنه مغازه بزرگ و پلیس اجوش میشه کاری دیگه ندارن دیگه میگه هر روز جریمه بهش فقط جالبه دیگه جفت سود میکنن هم دولت سود میکنه هم طرف سود میکنه دیگه آره تا قانون هم بفهمن دیگه چون سر گل این کارو کردن تقریبا 10 سال طول کشید مطمئن باش تو چند وقت دیگه هم آرچام آزاد میکنن و نمیدونم اگه میدونی یا نه از یک ماه دقیقا پیش یک ماه و پنج روز پیش کانادا یعنی که شهر ما نه کل, کل کانادا ام، 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 چیز ما شهر ما تصمیم گرفت که تمام مواد آزاد کرد یعنی گفت آقا اگر تو رو سوهلو بگم تو خیابون دست شیشه باشه هروین باشه تریاک باشه کوکم باشه اینا اوکیه اگه زیر سه گرمه همه رو میتونه داشته باشه برای همین دیگه یهو خیلی آزاد شد برای برای سه سال هم این کارو کردن یا دو سال گفتم آقا برای دو تا سه سال آینده هیچ نوع موادی دیگه پلیس نمیتونه بگیره کسی به خاطر مواد هر کی میخواد بخوره بخوره بعد از سه سال میشینن نگاه میکنن چی شد اگه ببینن مرگ و کمتر شده آدمای بچهای زیر سن کمتر شده خب ادامهش میدن اگه بیان نگاه کنم ببینم بد شده خوب نبوده و بیشتر آدمو دارن معتاد میشن قطعش میکنن چه قشنگ خیلی خوبه آدم خودش تصمیم بگیره میخواد این کارو بکنه یا نکنه چون از این که آدم بره قایمکی بگیره که خیلی بهتره چون نمیشه جلوشو گرف هر کاری کنی مخصوصا الان بازم میگم اومر خیلی خوبه سویل نمیدونی ایران چه داستانیه ایران خیلی داره به قرار میره ایران من میدونم پسر یازده ساله الان تو دستش یه چیزاییه که من پشمام میریزه اون روز تو بیمارستان سویل پسر نه ساله رو آورده با خودکشی بابا خواهر و مادر به کی بگی پسر نه ساله خودکشی کنه اصلا 9 ساله ما نه ساله بود چی میدونستیم از دنیا بعد تو فرض کن این پسر نه ساله که هیچ عشق و حالی یعنی ما نه سالمون بود با شرترین چیزا نیشمون باز میشد ببین این چی کار شده که داره به فکر خودکشی افتاده خب بعد این پسر نه ساله پس فردا نمیره سمت ادیکشن صد درصد میره این پسر نه ساله ای که انقدر لذت انقدر اینو فهمیده که دنیا ایران جای لذت بردن نیست یا این زندگی من جای لذت بردن نیست این پسر نه ساله پس فردا نمیگه بابا خارش ما که هر کاری کردیم که تو این مملکت نمیشه لذت برد پس بریم دراگ بزنیم پس بریم مواد بزنیم خیلی الان زیاد شده مواد تو. به خدا دارم میگم خیلی زیاد شده یعنی به نظر من که سوئیل تو ایران آدما دو دستن یا کسایی که میزنن یا کسایی که هنوز لو نرفتن که دارن میزنن من نظرم اینه خیلی خوب میگی من من هم واقعا هل... من خدا تو چیز شخصی میگم من تو این همه دوست داشتم هم. همه همه کار گوی میخورن کسی این کاری به کار نداره من دو تا رفیق داشتم که خیلی یادم میاد هی hey, میومدن به من گیر میدادن که آقا چرا گل میزنی گل نزن به شخصت تو نمیاد از این حرفا یکیشون اووردوز کرد مرد بعد سیگار نمیکشید دیوس یوس تو خونه هروئین میزد لای انگوشه پاش یکی دیگه شونم آمارش در که مثلا مصرف کوکولی داره در لول تیم ملی یعنی مثلا بعد بعد که اینو فهمیدم توی مهمونی بعد نگاش کردم دیدم دایوس هر ده دقیقه میره تو دستشویی آدم نگاه کن دایوس تو دستشویی کوک میزنه بعد میاد به من سر گل گیر میده عجب آدم تخمی باید باشی که اون کرکتر باشی و حرف درسته واقعا من هر کی که ما دیدیم گفتم ما راست میگه نگاه کن این آدم نمیزنه بعد به من هم داره توضیح میده بعد دیدم خدا یارو بعد یکیش که مرد میگم در یوست بگم تو چیزی که تو این لول میزنی که خود خودتو بکشی بدون که بخوای بمیری تو دیگه گو میخوری میای به من میگی نکن مثلا این خیلی بده این دروغی که مردم همیشه داشت کاش دروغو نبودیم چقدر خوب میشد اگه دروغو نبودیم میفهمم آدمو دوستانی خوره داستان رو با. گرم کنن یا مثلا یه خوره کم کنن اگه دو تا چک زده تو گوشت مثلا دو دوست میگه یه دونه زدم یا اگه مثلا چنم دو میلیون پول در بگه سه میلیون پول درآوردم آوردم اینا میتونم قبول کنم میدونی ولی می دروغایی که تو همه روز هست و همه جا هست بین همه جا واقعا اصلا به درد بخور نیست من نمیفهمم چرا داریم همه این راهو پیش میری من یه نظری که دارم همین که تو زدی حالا من یه جور دیگه میگم از بز... به قول معروف بدون تحصیل کردهش من میگم به من میگم من به نظر من همه آدما تو نه سالگی بزرگ میشن یعنی میشه آدم کامل از نه سالگی تا بیست سالگی یاد میگیره چریختی دروغو بشه چریختی خودش رو قایم کنه از بقیه بعد بیست سالگی به اون آدم میگن این آدم الان دیگه بالغ شده در صورتی که آدم بالغ نه ساله از نه ساله پشمام بگو دیگه پشمام خیلی جمله سم میگفتی یه آدم تا نه سالگی بزرگ میشه و از نه سالگی بعد یاد میگیره چجوری اون, سال... اون آدم نه ساله رو قایم کنه آره من این رو دیدم همه زندگی هر کیو که نگاه کردم اینو دیدم بعد چون من یه دوستای آره قدیمی دیپ دارم میبینم که مثلا میگم یارو گلفته ها بعد مثلا میدونم دانشگاه داره درس میده بعد یا براش عکس مثلا سوراخ خونمو میفرستم بعد بعد میاد بیرون بهم زنگ میزنه می میگه سوئیل وایستاده بودم جلوی کلاس برای سی ثانیه یه فقط خوش شدم همه ساعت هم نها کردم میگه برای سی ثانیه فقط خوش شدم رفتم تو فکر تو بودم بعد یه هم که شد وسط کلاسم میدونی یعنی هیچکی به خواب نمیبینه که معلم داره از سوخت کنه یه پسر یاده نگاه میکنه به هیچ هم حاضری این حرف رو بزنه ولی بین من اون هست امکانه نه تا آخر عمرش یه دوست دیگه پیدا کنه که بتونه این کار رو باش بکنه و من, من دیدم که من, با نه ساله های آدم دوست میشم من چه, چیز جالبی الان به این موضوع من با نه ساله ها دوست میشم من تا یارو میره ده میگم ده تا نمیخوام ببینم دروغ با من نگو اون نه ساله چیه دوست داری بشین اینجا این کارو بکنیم این کارو کنیم یه بار توی چیز بودم توی مسافرت بودم توی بغل ساعت مثلا هفته بعد از ظهر بود خوشیدش غروب بیکرد وقتی نشستم توی جکوزی با صورت حال میکردم یه گلم دستم بود یه آقا هم نشسته بود بهش گفتم گل میزنی گفت آره بهش دادم و با هم گپ زدن و گفتم چیکار میکنی اونجا گفت اون پایینو میبینی مثلا 20 نفر جمع دارن جیغ داد میکنن گفتم آره گفت اون آره اون دختر منه اونم شوهرشه عروسی کردن و دارن حالول میکنن از این حرفا گفتم اوکی با هم خورد یه حرف زدیم و دیگه خیلی داشیم با هم حرف زدیم و حرفا حرف. که مثلا دوست داشتی بچه نداشتی الان خود تنها بود اینجا یه خوب بچه داری یعنی خیلی دیپ شو که من حرف زدن اینا بعد من پرسید تو کجایی گفتم من ایرانی ام بعد گفت از خودم متنفر شدم گفتم چرا گفت من امکان نداشت توی زندگی حاضر باشم با ایرانی حرف بزنم به نظرم ایرانی آدم های تخمی و چاغال دنیا بودن ولی چون مثلا تو ایرانی با حرف زدم خیلی باحال حال کردن گفتم این آدم کیه که اینقدر مثلا مهربونه و پره و فلان و بسال مال کدوم کالچره بعد گفتم که ایرانی هم میگو اصلا خودم بدم اومد که این همه سال خودم ایرانی ها رو دور کرده بودم میدونیم نه سالش اوکی بود با ایرانیا حرف بزنه ولی بزرگ شدهش اوکی نبودی با ایرانی حرف بزنه من همیشه تمام زندگی حتی با آخون شده مثلا به خدا فش شده جلوی من که آره مثلا خاطر خودم مثلا من باور دارم نه معلومه خاطر پول دارم این کارو میکنم یعنی مثلا من حرفو با آخون می‌زنم میگم به من چه نگو دیگه به من نگو خدا باور داری میگم واسه پول داری این کارو میکنی فلان اینا میگه حالا خدا نباشه پولش که هستش حداقل مثلا اینجوری مثلا میدونی خب اگه کسی که آخونده نباید این بزنه ولی من از زمانشون کشیدم بیرون و الان به این موضوع رسیدم که آره من با نه سالشون دوست میشم چقدر جالب پشم میخونم ریخته ببخشید چقدر تکرار کردم نه خب کاملا خب اصلا یه چیزیه که باید کاملا منم موافقم یعنی پشمای منم ریخته از حرفی که زدی من خیلی حال کردم با حرفت من خیلی حال کردم با حرفت یعنی ب... نمیدونم این ترسای این چیه که باعث میشه آدم عوض بشه به خدا یعنی واقعا آدم عوض میشه بعد یه سری اتفاقا هم میفته سویل تو زندگی آدم که آدم بدبین میشه یعنی آدم نا... ناچار تصمیم میگیره بذار عوض شم یعنی نمیدونم از این اتفاق افتاده تو زندگی تو یا نه همین شاید مثلا به یه ماه نرسه یه اتفاقی افتاد تو زندگیم که صبح من پا شدم شب میخواستم بخوابم زندگیم یه سمت دیگه ای بود خب بعد درس میگیره آدم از اینجور چیزا میگه دیگه آقا بذار به هیچ که اعتماد نکنم به قول تو بارش بابا همه دارن دروغ میگن همه بدن چرا من هی میام خوشبینم چرا من میدونی من دوست ندارم زندگی منو بد کنه ولی مثل اینکه که باید یه کمی بد بود نه کاملا قبول دارم منم دلیلی که این شخص دیگه که هستم همینه گفتم آقا من میخوام متفاوت زندگی کنم مگه میشه یه آدم نتونه خودش باشه تو دنیا مگه میشه این قصد سایتی تخمی باشه که باید تک تک آدم ها رو مجبور کنه به اینی که آدم دیگه باش چرا یه آدم دزده اکت میکنه آدم خوبه یه آدم خوبه اکت میکنه دزده خب اون آدمی که دزده خوش دزدی کنه آدم خوب خوب باشه دیگه جفتتون همونین فقط چرا اینجورین من همیشه واسم این بود که آقا همه جور آدمی وجود داره اگه هم آدم خودشون باشن شاید واسه یه مدتی ناراحت کننده باشه ولی بعدش خیلی ریلکس میشه چون من میرم با اونی که فوش میده میکنم اون میره به اونی که همیشه مهربون و هیچی حرف نمیزنه چون من یه رفیق مثلا دارم هیچ وقت حرف بد نمیزنه همیشه مهربون و خندونه شخصش با هم, هم زندگی کرده یک سال یک سال تو خونه هم بوده باباش مرد حرف بد نزد بعد ترین کاری که تو زندگیش کرد رفت توی اقیانوس تو کیش گفت آه! برای ده سال داد زد به آسمون این کسیفترین و بدترین بد جنسترین و منفی منفیترین کاری که تو زندگیش کرده میدونی هر آدمی وجود داره من من نمیفهمیدم که چرا آدما میان فیلم بازی میکنن یکی دیگه باشن اگرم کار میکرد خب همه خوب باید باشن دیگه دنیا که خوب نیست میبینیم دنیا کثیفه میبینیم دنیا آنفر میدونیم دنیا غیر منطقیه پس ما که داریم اینو میبینیم بعد دیگه فیلممون چیه چرا ریلکس نیستیم مثلا تو ایران زشته یه مرد بزرگ کارتون ببینه اگه آدم سال داره کارتون ببینه، احمقه چرا یارو حال میکنه با آرتی که داره کشیده شده چه چیزی چرا چرا این بعد حتما بچه؟ من بابام خار منو سرویس کرده رو سر پلی سیشن. من پلی بازی میکردم و بابام میگفت چرا پلی بازی میکنی مگه تو بچه بزرگ شدی زشت دیگه فلان مثلا مادر منو سرویس کرد 15 شاید 10 15 سال بعد از 15 تا یه حرفی به عقلم رسید گفتم آقا شما این تخته تخمیتونو که بازی میکنین هر جا میرین اولین چیزی که از تختتون میکشین بیرون تاس میندازین کوری میخونین شرط میبندین مامانا شب دارن داد میزنن چا بیاین بخوابین یه دست دیگر. یه دستیگه دیگه من میام یه دستیگه بعد تموم میشه همینا نگم کن. یه دونه دیگه بریم دقیقه دوره دور میچین دوباره میرین صبح اخواب دیر بلند میشین بعد زنه داره داد میداد میکنه به خاطر این تخته ای مسخره تونه چند بار این اتفاق افتاده گفت خب گفتم شما یه چوب داشتین با یه دونه آهن اینو بتراشین به اون تخته رسیدین من به دنیای کامل رسیدم توی دنیای دیگه هر چیزی که تو فکر کنید میتونه یک بازی پنج دقیقه‌ایش تخته باشه تو بازی من و این وسط بازی کال دودی میتونم تو تخته بازی کنم و برگردم به دودی گفتم چجوری تو نمیتونی اینو بفهمی که بازی تخمی که برشون با چوبه و همشم به تاس بستگی داره یعنی تخمی تر از تخته تو دنیا بازی داره شده همیشه به ما میگه نه تخته بازی مهمه گفتم قبوله یه دفعه میشین بازی میکنی من هر دست جفت شیش میارم تو هر چی میخوای تاس بنداز من کاری ندارم ولی من هر دست شیش صد بارم بازی میکنم میگم تو یه بار میتونی ببری مثلا توی کالا دودی من تو کالا من میگم تو مسلسل بردار من کلت فقط برمیدارم مطمئن باشی یه بار من میبرم ولی توی تخته تو هیچ وقت نمیتونی ببری واسه همین نشون بازی نیست فقط داری با شانس میری جلو فقط چون هیچ کار دیگه نبوده بکنی اوکی اینجوری بریم جلو بریم شانس کی بهتره همین بازی های ما تلنت بیس مغز باید فکر کنی باید پلان کنی ببینید چی داری واسه تو دا استفاده کنی 14 تا دکمه رو دسته پلی استیشن هست کامبینیشن اینا بازی میکنه شاید به 50 تا 60 تا دکمه برسه اون که موو میکنی 250 تا پوزیشن داره هر کدومشون نمیتونی حساب کنی تو بعد هزار تا چیز داری کنترل میکنی که اون صفحه تکون بخوره اگه تخته مینداختن دو تا دو بش <laughs> بعد اینه که بهش گفتم بابام دیگه اوکی شد از اون روز دیگه به من گیر نداد ولی واقعا س... اومد <تصفح> خیلی خشن گفتی خب به بنده خدا میگم <تصفح> 10 سال دو بعد نمیفهمم چرا ول نمیکنه فکر کنم هر دفعه من تو اتاق صحنه رو میذارم بازی میکنم مثلا انگار مثلا یه چاغال زایده <تصفح> بابا الان بازی میکنم بعد من بازی خوب بود در لولی که مثلا تو مهمونی که برای میدید میگفت تو همون سعودی که بازیش خیلی خفنه تو مهمونی من صدا میکنه سوال میشه بازی کنیم بازی نگاه کنیم تو این لول من بازیم خوب بود بعد بابا من به اون چاغال نگاه میکرد حالا اگه بابا منو پوش میکرد بازی بکنم المپیکش هم میرفتم برنده میشدم <applause> من با یه دختری بودم سویل خب خیلی هم دختر خوبی بود خیلی خیلی خو... خاطرش عزیز بود برام هم. بعد این مثلا سوئیل به من گفتش که به من میگفتش که آره من مامانم متخصص قلبه آره من دو تا داداش ناتنی دارم دو تا خواهر ناتنی دارم داداشای ناتنیم اون آب زندگی میکنن یکی از بد راجب اینا داستان سرایی میکرد سویلا مثلا باز دوباره مثلا فرداش میومد عکس دو تا پسر رو نشون میداد این عکس داداش ناتنین بود این این مثلا اون داداشمه که بهت میگفتم که مثلا تو دبی زمین تنیس داره این اون داداش داداشمه که میگفتم برای دوست دخترش 207 خریده این اون خواهرمه این فلان یا اصلا بهت بگم راجب مثلا بهش میگفتم یه بار بهش گفتم تا حالا هشپا خوردی آره تو اون مسافرت ژاپن که رفته بودیم فلان از این اون چیزا بعد یه اتفاقی افتاد خب سویل که من دیدم پشمام این حتی مثلا به من میگفتش آره من خونمون مثلا حتی میگفت من خونمون تهرانه خب حتی شهری که زندگی میکرد و به من دروغ گفته بود کلن یه دروغ آدم بود همه اینا؟ نداداش ناتنی داشت همه اینا دروغ بود نه داداش ناتنی داشت نه خواهر ناتنی داشت نه مامانش متخصص بهش میگفتم مثلا خب مامانت متخصص قلبه الان مثلا مامانت چی کار میکنه هیچ چیز از موقعی که کرونا زیاد شده دیگه مامان من متب و ول کرده راجب به اینایی که بهت میگم سوهل داستان میساخته بعد من به این نتیجه رسیدم که این یه آدمی بود که چون کم بود داشت یه انگار یک فانتزی برای خودش ساخته بود تو فانتزی زندگی میکرد یعنی من اسم میکنم دروغ از این شکل میگیره که آدم احساس میکنه الان کم داره یه چیزی رو الان چیزی که میخواد نیست در حالی که بابا با... یعنی این خداییش سویل یوتیوب یه چیز خیلی خوب به من نشون داد یعنی من بعد یوتیوب زندگیم عوض شد از این لحاظ که به من ثابت کرد هر محتوایی تو میخوای بسازی بازم یه سریا هستن تو دنیا که دوستت داشته باشن خب ماره. یعنی درست این ای بزرگترین درسی بود که یوتیوب به من داد که تو آقا مهم نیست قدت بلند کوتاه سیاهی سفیدی چاقی لاغری هر جور که هستی بازم یه سریا هستن که دوستت داشته باشن برای همین نه یا خودتو عوض کن خودت باش و ارزم به حضور دروغه به نظر من از این شکل میگیره که آدم خودش رو دوست نداره آدم حس میکنه الان اگه دروغ بگه جالبتره الان اگه دروغ بگه کارش بهتر راه میفته الان اگه دروغ بگه فلانی بیشتر خوشش میاد چه کاریه به قول تو؟ من واقعا چرا معنی دروغ رو نفهمیدم میگفتم باعث میشه آدما به مشکل بخورن باعث میشه خودت کار تخمی داری انجام میدی خب چرا اصلا این دروغ وجود داره مثلا یه کاری که خیلی جالب بود اینو اپل میکنه کمپانیی که مثلا به چیزی که سفارش میدی میگه 5 روزه بهت میرسونم چون میخواد پول بگیره بک میگیری 5 روزه نمیاد زنگ میزنی میگه عقب افتاده 20 روزه بهت میدن اپل کاری که میکنه میگه 50 روزه میاد به جای 5 روز میگه 50 روز بعد 50 روز بعد میآره همین کار بس سفارش میدی 15 روز. می روزه میاد بعد اصلا نگاه کنیم خب نگاه کن چقدر خوب اینو نشستن حساب کردن گفتن آقا بدترین حالت پنجاه ما پنجاه رو میگیم که دروغو نشیم اگر هم زودتر شد کسی که ناراحت نمیشه که بعد وقتی زودتر میاد انقدر تو حال میکنی با اینکه 15 روز کشیدا و یه حال میکنی اون یکی گفته بود پنج روز هفت روزم بیا تو فوش خانواده هم میدی ما سگ و شما گفتیم پنج, پنج روز میشه جمعه من جمعه مهمونی میخواستم من با تلفن جدیدم حالا هر داستانی که میخواد باشه تو شاکی بودی ولی یکی 15 روز طول داده ولی تو هنوز میگی دمت کم دمت کم چه قش شما باحالین این فرق راستگویی و دروغگوییه خیلی سیمپل یه مثال خیلی آره آره، آره... یا مثلا یه چیز دیگه من بگم تو ایران الان یه جوری شده که مثلا دختره مثلا پسر دختره که با هم دیگه میریزن می،, می، ریزن رو هم دختره میگه که آره من دوست ندارم تو منو برا بدنم بخوای ها من انقدر سری بهت وا نمیدم من باید یه کمی با هم دیگه آشنا شیم اینا همه باعث میشه که پسر مجبور شه به دختره دروغ بگه سر اینکه به اون چیزی که میخواد برسه بعد به محض اینکه به اون چیزی که میخواد میرسه میزنه کشتن تو صورت دختره به معنای واقعی کلمه الان چرا همه این همه چون دختره میاد از این یه استفاده ابزاری میکنه از فیزیک خودش به معنای واقعی برای اینکه پسره رو دنبال خودش بکشونه در حالی که نمیدونه پسره بابا ختم این کاراست ما پسرا خدایش اگه بخوایم میتونیم کارمون رو بلد باشیم پسرم میاد شروع میکنه دروغ گفتن آره من دوستت دارم من عاشقتم من برات میمیرم تا برسه به اون چیزی که میخواد هنوز به محض اینکه میرسه بهش تموم فینیش یعنی خودمونیم دروغم بعضی جا کار رو را میندازه خب نمیشه سویل بگی دروغ کار رو را نمیندازه ولی نه قبول دارم مثلا میشه من خودم یادم دختر بود تو چشم من نگاه میکرد بعد میگفتم که ببین. من خیلی دوست دارم بعد میگفت اگه بهت بدم منو ول نمیکنی؟ بعد میگفتم نه بعد دختر به میگفت هفت تا پسر قبل از تو همین حرفو به من زدن ولی منو ول کردن من تو فکرش کردم خب تو چقدر گاوی که دایی دوباره همون سال افرا می میبازی خب معلومه دارم به دروغ میگم بعد من گفتم نه عزیزم من اونا همه بد, بد بودم بعد که دعوا مثلا تموم میشه به قول تو دم تو صورتش زنگ گفت تو به من گفتی تو مثل اون هفته نیستی ولی دقیقا مثل اون هفته ای من من جونم دا دامه از معلومه دقیقا من مثل همون هفته <تصفح> <تصفح> وای عالی بود <applause> آره بعضی, بعضی از این دخترای بند خدا یه کمی ساده هم. گول میخورن دختره که ساده نیستم ساده فیلم بازی میکنن میگم دختره شبیه این کارکتره ای هستن تو آره. کارتون ها یه چیز کوچولو میاد چشای گنده سبز خوشگل بعد یهو قاطی میکنه چاقو در میاره همه رو تیکه پاره میکنه دختره اون ریختی تو پکیج خوشگل میان ولی دیپ دان قشنگ شیطان رو درس میدم به قول جز ایرانی و قول ایرانی ها خب بعد اون استادیه که داشتی میگفتی که بس به, به, به چند صد نفر چند, چند نفر گفتی؟ 28 نفر یا 100 نفر فکر می کنم آره 26 نفر اینا 26 نفر 70 کیلویی 30 گرم گفتی قاش دادن آره و اینا میگفتن اینو این جزء پنج تا تجربه برتر زندگیمون بود یا یه چیزی بود که به کسایی که سرطان داشتن و سرطانشون اند بود سویل یعنی سرطانی که دیگه طرف میدونه که قرار بمیره و خب میدونی که چه حجمی از افسردگی این آدم تحمل میکنه یعنی این آدم قرار یه زندگی داشته باشه که میدونه قرار تموم شه و میدونه که قرار با دردم تموم شه چقدر افسردگی و به این آدما هم مثلا داده بودن اینو مصرف کرده بودن یادم نیست یه درصد خیلی بالایی فکر کنم هلوش 80 درصد این افراد افکار افسردگیشون درمان شده بود با مصرف مثلا قارچ خب یعنی این یه چیزیه که خیلی میتونه کمک کننده باشه ولی خب متاسفانه میگم دیگه شما نگاه کن اگه بخواد همچین چیزی باشه دیگه طرف نمیره دنبال سرترالین یا آسنترا یا نمیدونم دنبال فلوکستین قرصای اسسارای قرصای ضد افسردگی قرصای ضد استراب که عمرن هم 80 درصد نمیتونه جواب بده درست میگم و هشتاد درصد هم نمیتونه جواب بده دقیقا میتونه معجزه کنه به معنای واقعی یعنی خیلی من یه یک، یکی هست که مثلا میاد بعضی موقع لوگوی لوگوی پیج یوتیوب من و لوگوی چنل یوتیوب و پیج اینستای من و اینا رو میزنه این به من تعریف میکرد میگفتش که من تریپ رفتم ماشروم بعد میگفتش که از بس به خورشید نگاه کردم الان که تریپم تموم شده همه چیز رو صورتی میبینم بعد داشت میگفت رفتم پیش دکتر چشپزشک و دکتر گفته یکم چشاد آسیب دیده ولی درست میشه بعد میگفت آقا من که چشام درست شد تعریف میکنه میگه کی فکر میکرد چیزی که دقیقا به من میگه کی فکر میکرد که من کسی که روزی دو تا رول ماریجوانا میچوغید یه پاکت سیگار میکشید و یه دونه قرص بیدو میخورد بیدو یا بوپرنورفین جز اوپیوماس نشه میکنه الان بعد یه تریپ ماشون به یه جایی رسیدم که دارم روزی 13 ساعت توی روز کار میکنم و دیگه هیچ کدوم از اون مواد رو نمیزنم و خیلی جالبه به من میگه من قبلا پروژه هایی که مثلا چهار ساعت کارش گرافیکه چهار ساعت طول میکشید کار گرافیکیش رو تموم کنم الان توی نیم ساعت یا توی یه ساعت حد اکثر کارش رو تموم میکنم چون ایده ها خیلی سریع میاد توی مغزم این اینا به همه به خاطر اینه که باعث میشه تو مدل جدیدی فکر کنی تو دیگه اون محدودیت ها از روی مغزت برداشته میشه نمیدونم من خودم نظرم اینه سویل آدمایی که مولتی میلیار دارن توی دنیا یه چیزی میزنن فقط نمیگن خیلی ممکنه امکانش زیاده آره فیلم لیمیتلس رو دیدی؟ آره آره مثلا لیمیتلس دیگه به معنای واقعی همینه یا آقا خیلی داروهای دیگه هستن که این کارو میکنن ولی خب به نظر من یه چیزی هست که به ما نمیگن و شاید این چیز همین سیلوسایبیم باشه همین قارش باشه خیلی بابا توی آمریکای جنوبی میپرستن آیوواسکا رو یعنی شمن میره اونجا شیش ماه جلوی آیوواسکا براش موزیک میذاره و آیوواسکا رو میپرسته چرا؟ چون نظرش این آیوواسکا باعث میشه من بتونم با خدا ارتباط بگیرم آیوواسکا راه ارتباط من با خداست آیوواسکا رو میپرستن یعنی بهش احترام خیلی ویژه قائلن و و میدونی اینا همه نیاز داره راجبش صحبت بشه الان خود کینگرام نمیدونم پادکست ایبوگاینش رو گوش دادی یا یعنی نه تجربه خودش رو از ایبوگاین میگه من پادکستش رو گوش دادم من یه چوسی میام من تو پادکست گوش ندادم من تو اتاق خوابش وقتی که داشتم غذایی که مامانش خوشمزه درست کرده بود میخوردم و بس تعریف کرده گوش دادم فشما چه تجربه سکسی داشتی پسر میبینی, تو میبینی چه تیریپ سنگین و عجیبی داشته عجیب بود و خیلی دوست دارم تجربه دود کنم دود کاملا دو چیزی باید. که من دارم میبینم زندگیشو عوض کرد یعنی دقیقا هم که تو میگی یعنی قشنگ قبلش ناراحت بود الان خوشحاله و خوشحالیشو من دارم میبینم و خیلی خوشم و پارسال اتفاق خوب تو زندگیش میافتاد و ناراحت بود بعد از این موضوع اتفاق بد تو زندگیش افتاده و خوشحاله پشمام میخته سه ماه تو فاصله سه ماه آره اینه اون زاویه دید تو عوض میکنه میگه بهت قشنگ بهت میگه میگه داری از این دید نگاه میکنی به زندگی یا از این دید نگاه کن و تو وقتی از این دید نگاه کنی دیگه نمیخواد مثلا تلاش کنی برای اینکه آدم شادی باشی نه مثل اینه که آقا تو الان یه عینک سیاه زدی به چشت داری همه چیز رو تاریک میبینی حالا من بیام تا فردا راجب به رنگ این اتاق با تو صحبت کنم هیچ اتفاقی نمیافته تو اگه عینک تو یه عینک سبز بزنی دیگه نیاز نیست تلاش کنی همه چیز رو سبز ببینی همه چیز رو سبز میبینی یعنی ناخداگاه تو همه رو این, این همه چی سبز میشه برای تو فقط میگم خیلی مهمه تو درست مصرف کنی این ما برای همین که ما مثلا نمیخوایم بگیم برو بزن ما داریم میگیم آقا تو اگه یه چیزی رو درست استفاده کنی هست این همچین چیزی هست که اگه درست استفاده کنی ممکنه خیلی تاثیرات خوبی داشته باشه خیلی آدم ها از این نتایج مثبتی گرفتم من یک خانومی اومده بود به این میگفت مامان من به خاطر MS اس شدیدا افسرده است خب و داشت میگفت با مایکرودوز دوز ام من به مامانم مایکرودوز دوز ام اس و دوز دارم میدم و با مایکرودوزش اصلا کلا مامان من عوض شده یا یه پسره دیگه میگفت من برای ترک سیگار اومدم مایکرودوز رو به بابا معرفی کردم و خب میدونی مایکرودوز خوبی داره طرف خیلی راحتتر میتونه مدیریتش کنه چرا چون فازی بهش نمیده یعنی امکان نداره حالش رو بد کنه امکان نداره بد تیری پش کنه مثل دقیقا یه قرص افسردگی قرص ضد افسردگیه که طرف میاد این کپسول مایکرودوز یا این قرص مایکرودوزو رو که حالا تو ایران نیست متاسفانه اگرم باشه زیرزمینی به فروش میره ولی طرف میاد این قرص یا کپسول مایکرودوز رو قرار تو قرص ضد افسردگی بخوری یه چیز شیمیایی میای اینو میخوری که طبیعت به داده یه چیز کاملا گیاهیه و مثلا آقا طرف دو روز در میون میخوره این افسردگیش خوب میشه میل به سیگارش کم میشه و این لعنتی هم میدونه بره کجا کار کنه خیلی جالبه واقعا آره می خیلی جالب میدونه که خودش باید بره کجای مغز تو کار کنه تو به چی نیاز داری بیشتر از همه من الان رفیقم ژاپونه فقط دارم میخواد برگرده برم در خونش یه کیسه بگیرم <تصفيق> <تصفيق> تو که برو آیوواسکا آیواسکا بابا بهش میگن دیگه مادر طبیعت آیواسکا خیلی مهربونه یعنی آیواسکا میاد به تو یه سری درسایی رو در اوج مهربونی میده این خیلی جال یک خانومی تعریف میکرد میگفتش من تو تریپ آیوواسکا بودم بعد خیلی حالت تحوی شدیدی گرفتم تو تریپ میگه این حالت تهوع انقدر شدید بود که کسی هم هی داد میزدم که بیاین کمکم بیاین کمکم و دیدم کسی نمیاد به من کمک کنه میگفت یه ای این یه چیزی از درون منو برد توی بچگیم که من توی بچگی وقتی خیلی احساس خطر می کردم حالت تهوع به دست میداده این حالت تهوع باعث می شده که خانوادم به من رسیدگی کنن متوجه خانوادم بیان بگن که چی شده دخترم که حالت تهوع گرفته چی شده داری بالا میاری و این باعث می شده که این حالت تهوع یه مکانیسمی باشه بدن کمک. من این مکانی این حالت تربوه آره که بیاد کمک کنم بقیه بهش میگفتش توی اون تریپ من وقتی حالت تعبوه داشتم و کمک میخواستم و میدیدم کسی کمک نمیکنه بهم ام منو برد تو بچگیم و یه دفعه یک خیلی مهربون اومد بهم گفتش که یکی از بزرگترین مشکلات زندگی تو اینه که تو همیشه دنبال کمک میگردی و میگفت از اونجا به بعد زندگی من عوض شد خب این خیلی درس بزرگیه شاید من بیام تا فردا سوهل جام به تو بگم که آقا باید روپای خودت وایسی نباید دنبال کمک باشی ولی خیلی فرق میکنه که اینو تو خودت به خودت بگی تا اینکه من به تو بگم آره جالبه آیوازکا میاد یا سایکدلیکا میاد با تو این کار رو میکنه به تو نشون میده به معنای واقعی میگن میگن بدترین چیز توی این دنیا اینه که یه روزی به تو نشون بدن که کجا میتونستی باشی و الان نیستی. خب میگم بزرگترین زجر اینه که به تو بیان بگن آقا تو میتونستی فلان چیز باشی ولی نگاه کن الان چی؟ به نظر من سایکدلیک با تو این کارو میکنه. میاد به تو بزرگ. یه جوری نشون میده که تو میتونی فلان چیز باشی ولی الان اینی که تو دیگه دوست داری تغییر کنی. تو دیگه دوست نداری زندگی اینجوری تو ادامه بدی من واقعا شخصا آرزوم این بود که من کوچیک بودم یادشون تلویزیون نگاه میکنیم بابا با بابام بعد یه سری خواننده رو تلویزیون بودن و این حرفا بعد مگشم به بابام گفتم که اگه یه روزی مثلا من بزرگ شدم تلویزیون روشن کنی من توش باشم چیکار میکنی گفت خب پشمان میریزه خیلی کار سختیه فکر نمیکنم بتونی مثلا این موضوع مثلا مال وقتی مثلا 12 13 سالمه و من این توم سوخت قشنگ تو مغزم این برن شد که اینو بدونم همیشه همیشه تو زندم بود که بابام به من گفته این کار تقریبا غیر ممکنه و اگه تو روز بتون کنی پشمام میریزه بعد روزی که رفتم تو بفرمایشام بهش زنگ گفتم گفتم که خب بیا رفتم توش بعد الان که دیگه زیاد تر اومدم تو شو تو یوتیوب من الان مثلا نمیدونم نه بشه ولی من دو هفته از شروع کردم روی اینستاگرام کار کردن من از هیچ وقت روی اینستاگرام کار نکرده بودم من همیشه اینستاگرام مال خودم بود صبح برام عکس میگرفتم از خودم از گل میذاشتم اونجا هر چی دلم میخواست تبدیلش کردم به بیزنس همین کمک یوتیوب گفتم از دو هفته پیش گفتم که آقا بیا ویدیو که یوتوب رو که روی یوتیوب میذاریم یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه‌شو میذاریم روی اینستاگرام هم مردم ببینن یه چیزی یاد بگیرن خواستن تجربه استفاده کنن. همین که شاید یا یکی اومد تو یوتیوب ویدیو رو کرد تبلیغ بشه واسه خودم بعد توی این چند روزه نزدیک 7000 تا رفت بالا توی دو هفته فالوورها رفت بالا و من پشمام ریخته که مثلا اینقدر مردم مثلا حال میکنن نشونه ساپورت دارن میدن چون دیدی که اگه مثلا چیز تخمی بذاری میریزه پایین آنفالود میکنن یعنی مردم تعارف ندارن باهات به اندازه کافی کسی رو اینترنت هست به اندازه کافی هم آدم هست و اینی که مثلا الان من میبینم مردم خب تو یوتیوب هم 20 هزار تا تو اینستاگرام هم نزدیک 40 هزار تا آدم منو دوست دارن قبول دارن انقدر به من حال میده سانا انقدر به من حال میده که نمیتونم مثلا توضیح بدم حالا نمیدونم به خاطر اینکه بچه بودم به بابام قول داده بودم یه روزی میکنم این کارو به خاطر اینکه همه دوستان معروف بودن همیشه من میدیدم اینا معروفن من نبودم دارم میخواسته منم معروف بشم کلا معروفیت چون همه آدم دوست دارم معروف باشن نمیدونم دلیلش چیه ولی من تو زندگیم الان دارم میخواست اینجا باشم و تو با پول و کار و اینا به اینجا نمیتونی برسی تو باید یه چیزی داشته باشی همین که مثلا من دروغ به مردم نمیگم بارشون نمیکنم یه چیزی باید داشته باشی که برسه مردم بشن بعد کلا خب کرکترم همیشه تو جامعه خود من غیر عادی بود من مثلا که فکر نمی کن. من مامان بابا باشم یعنی هر کی منو بیرون میبینه مثلا توی جای دیم روزی میدادم ملق میذیدم کنار سقف وزن مثلا 200 کیلو سن 40 سالگی بعد میفهمم من بچه دارم دو تا و ها میان مؤدب چند تا زبون حرف میزنن اصلا یه میکنن مردم این اصلا میگن دود یعنی چی بعد میفهمم من یوتیوبرم میپاشه میگن یعنی چی. تو تو یوتیوبم هستی فلان مثلا بعد خیلی برای خودم خیلی دلم همیشه نه نه بده همیشه فکر میگم که من دیدنیم می دونم چیزی بد بگم میگم که الان مثلا من که دارم تو تلویزیون نگاه میکنم انقدی جالب نیست که من جالبم چجوری این خاک تو تلویزیون من نیستم خیلی اصلا از من جالب ترن ها ولی می دو نفر اصلا از من جالبتر تر نیستن چه که اینا رسیدن من نرسیدم منم بس سعی کنم برسم بلکه افتادم توش به خاطر سپر واقعا این فیلینگی که مردم به من میدن من اینو دنبالش بودم تمام زندگی یعنی اون موقع که با الف مشکل پیدا میکردم الف و نمیخواستم بذارم بذارم کنار چیزی که دنبالش بودم این بود و من فکر میکردم الف داره منو جو دور میکنه رسیدم رسیدن بهش ولی الان که دارم گلمو میزنم هر روزم دارم ویدیو درست میکنم هر روزم دارم صحبت میکنم راج روز متفاوت دارم میبینم که نه پس چیزی که من میخوام میرسم هم توشه بس من تغییر شخصی نمیخوام تو زندگیم بدم ولی واقعا کسای دیگه که تو میگی زندگیشون رو میریزه به هم بهشون همجور دوپمین میده اونا واقعا با خودشون عوض کنن و به قول تو محیط زندگیشون عوض کنن خود با مسیج بسید بفرستن کامنت بذارن بیان ببینن کمک بگیرن ازت چون خوشحال بودن تو زندگی خیلی حال میده و باور کنین پول راهش نیست هر کسی یه چیزیه ولی قول میدم اکثریت پول راهش نیست خیلی یا شاید 90 درصد به بالا آدم فکر میکنن خوشحال نیستن چون پول ندارن یعنی اونایی که خوشحال نیستن فکر میکنم 90 درصدشون فکر میکنن اگه پول داشتن خوشحال بودن اگه پول داشتن همینقدر ناراحت بودن که همین الان هستن شاید یه خورده بیشتر شاید یه خورده کمتر ولی واقعا فرقی نمیکرد این دو قرون من بود راجع به مواد و این حرفا دکتر اگه چیزی داری اضافه کنی اضافه کن لطفاً منم فقط در خصوص این حرف آخره همونی که گفتی اگه کسی که فکر کنه پول قرار خوشبختش کنه اون داره پولو به چش یه لذت میبینه و وقتی به پول برسه فقط برای شاید یه ماه اون دوپامینه بالا باشه بعدش به خودش میاد میبینه اه حال نداد برای همین به قول تو آدم شادی باشی نه لذت جوی یعنی آدمی باش که همین الان شاید خیلی جالبه خیلی جالبه سویل ما یه سروتونین داریم یه دوپامین سروتونین تو رو شاد میکنه اینو حتما گوش بده به عنوان حسن ختام سروتونین باعث میشه تو آدم شادی باشی دوپامین باعث میشه تو آدم لذتجویی باشی وقتی دوپامین میاد سلولای عصبی رو تحریک میکنه سلولای عصبی میان گیرند چون دوپامین تحریکیه سلولای عصبی میان گیرنده های خودشون رو کمتر میکنن چرا چون دوست ندارن زیاد تحریکشن متوجهی <تصفح> یکی هی به تو بیاد سیخ بزنه تو میاد خودتو بیهس میکنی که آقا یکی ای داره به تو سیخ میزنه حالا دوپامین هم همینجوریه سروتونین برعکس سروتونین کارش مهاریه یعنی سروتونین وقتی میاد سلول عصبی رو مهار میکنه باعث میشه سلول عصبی گیرنده های خودش رو بیشتر کنه متوجهی چون یه چیزی هی داره مهارش میکنه و این باعث میشه که وقتی تو یه آدمی باشی که همیشه سروتونین خودتو بالا ببری به طور عمد یعنی یه چیزی باشی یه چیزی رو پیدا کنی که باهاش شادی مثل چی؟ مثل بچه هاد، مثل همسرت، مثل خانوادت، مثل پلیستیشنت، مثل گلت حتی هر چیزی که تو رو شاد کنه نه اینکه به تو لذت بده هر چیزی رو پیدا کنی که تو رو شاد کنه این باعث میشه سروتونین بره بالا و وقتی سروتونین هی بره بالا بدن تو گیرنده های خودش رو جلوی سروتونین انگار مقاومت خودش رو جلوی سروتونین کم میکنه و خیلی جالبه اتفاقی که میفته اینه که تو بعد از یه مدت یه آدمی که علکی شادی یه آدمی که علکی خوشحالی ولی برعکس دوپامین یعنی لذت یعنی تو اگه یه آدمی باشی رفیق که دنبال لذت باشی آدمی که بگی نه لذت من اینه که من برسم به یک میلیون دلار تو ماه من الان نمیتونم شاد باشم من اون یه میلیون دلار رو به دست بیارم شادم در واقع تو یه آدم لذت جویی و این باعث میشه که این تو بشی بنده دوپامین و وقتی دوپامین بره بالا بدن تو به یه جایی میرسه که گیرنده های خودش رو در مقابل دوپامین کمتر میکنه و تو به یه جایی میرسی میبینی که اه من فقط دارم کار میکنم که پول در بیارم و نه آدم شادیم و نه دیگه از پول لر آوردنم لذت, لذت میبرم بیبرم. یعنی بدن من در مقابل اون دوپامین آداپته شده و دوپامین هم یه بدی داره میاد سروتونین رو کم میکنه برای همین دقیقا باید موافقم باید هدف شاد بودنه و خب نمیدونم من نظرم اینه که شادی پول میاره ولی پول شادی نمیاره این هم هر چیکار اکسی میکنه؟ اکسیتوسین حالا من زیاد در موردش مثلا تحقیق نکردم ولی اکسیتوسین هورمون عشق. خب اها. یعنی حالا درسته توی مثلا ارزم به حضور توی فهم میکنم ساخت قدرت شیری توی بارداری هم نقش داره و از این جور چیزا دقیقا مطمئن نیستم یادم رفته ولی خب در اصل کارش هورمون عشقه یعنی آقا تو اگه عاشق یه کسی میشی به خاطر اکسیتوسینیه که ترشح میشه توی بدنت حالا جالبت بگم من که بچه بودم اکسیتوسین یکی از جای دیگه که ترشح میشه اگه به یکی دست بزنی بیشتر از 7 ثانیه اگه یکی تاچ کنی شروع می‌کنه اکسیتوسین ترشح کردن به هم دیگه و یا مثلا مثلا یه چیزی دیدی یه یعنی نفر دستش میخوره به پاد یهو میپری چون به اون آدم هی نمیخواد هیچ نوع احساسی خب. داشته باشی وقتی یعنی دست میزنه بهت اکسیتوسین آکسی که درست میکنی در واقع به شوک میده بعد من تو بچگی فهمیده بودم که بدون که بدونم چرا همه دست میدادن من همه رو بغل میکردم دست میدادم همه بغل میکردم نگه میداشتم ول میکردم بعد خیلی همش از مردم فیدبک میگرفتم که این بغل تو خیلی حال میده آخ چون سهیل اومد بغل سهیل رو بده سهیل بغلم هم کن همیشه اینو میشیدم خیلی برام عجیب بود بعدا فهمیدم که به خاطر اکسیتوسن چون وقتی من همه رو بغل میکردم بهش اکسیتوسن میدادم خوشحالتر میشدن و عشقشون میافت بالا خیلی جالب بود بدون که بدونم تو تجربه دیدم که اتفاق میفته چه جالب آره من, من هم اینجوری هم بغل کردن خدایش یکی از بهترین استایل دنیاست. هست خیلی خوب برابکس خیلی اپیزود قوی بود خیلی محال کردم خیلی خوشحالم که سانا رو پیدا کردیم و تونستیم این اپیزود بگیریم سانا بیچاره هم صد کنم صد سه دقیقه صبح سه و سه دقیقه صبح سانا سانا کلی سر صبح بیدار مونده با این انرژی دمت گرم واقعا تشکر میکنم ازت الان عشق منی آقای دمت گرم خیلی ممنون که پا دادی نه و من من تنگی نیستم من مامانم میگه اگه تو دخترم شدی جیجی میشدی بچا <تصفح> لینک سانا رو میذارم تو دیسکریپشن اگه خواستین یوتیوبش رو چک اوت کنین سوالی داشتین برش بفرستین الان به نظر میاد وقت خوبیه چون دو روز بگذرهش این فاداره میره بالا دیگه وقت نداره کسی جواب بده الان تا یه خورده آرومه جسمی دمت گرم آقا خیلی حال کردم باهات واقعا مرسی شب خ... منم هم همچنین سویل جان خیلی عشقی ممنون از اینکه واقعا اهمیت میدی و خیلی من دوست داشتم در مورد این حوزه با هم دیگه صحبت کنیم چون به نظر من خیلی نیاز به آگاهی رسانی خیلی زیاد توی این خصوص هستیم چون مملکتمون رو داره اعتیاد بر می داره خب و فکر میکنم خیلی تو تونسته باشی نقش سازنده ای توی این تاثیر داشته باشی دمت گرم مرسی که هستی واقعا. واقعا من همیشه میگم می آقا یه نفرم کمک کنیم یه نفره همه تغییرات یه نفره یه نفر شروع میشه هیچ گنده فکر نکنین کوچیک فکر کنین مگه بتونم 5 نفر یه نفر ده نفر رو یه آگاهی بهشون بدم و اون 5 نفر به 5 نفر دیگه بدن میبینی 50 سال دیگه ایران درست شده شاید از همین امروز شروع شده باشه شادم نه ولی احتمالش هم میتونه باشه و من دوست دارم که جزی از اون احتمال باشم دمتون گرم شب خوبی داشته باشین چاکس